فقط خبر. بعد افای ازی سند ننگ ابدا امضا نخواهد کرد. واکنش مقام‌های دولت افغانستان به طرح آمریکا برای تشکیل دولت موقت از امضا نکردن سند توافق تا واگذاری تصمیم نهایی به نظر مردم. کادر درمان دارن اذیت میشن. مردم دارن اذیت میشن. کرونا با قرآن از همه چی به شما نزدیکتره. تلاش برای مجاب کردن مردم برای رعایت مقررات کرونا. کارشناسان درباره وضعیت بحرانی خوزستان هشدار دادند. واکنش ها به حملات دیروز حوثی ها به عربستان واشنگتن محکوم کرد. ریاض گفت ایران به یمن موشک و پهپاد قاچاق می کند. و مصاحبه جنجالی عروس و پسر ولیعهد بریتانیا درباره رابطهشان با خانواده سلطنتی. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت خارجه افغانستان میگوید طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی صلح را بررسی میکند. همزمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با یادآوری کاسیهای این طرح گفته تصمیم گیری درباره آن نیاز به نظر مردم دارد. با این حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری این طرح را سند ننگ خوانده و گفته آن را امضا نخواهد کرد. در نامه‌ای که دیروز منتشر شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با لحنی هشدارآمیز به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از او خواسته بود با این طرح همراهی کند. برای بحث بیشتر در این مورد شکور سالنگی با ما از پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای سالنگی، آیا دولت افغانستان به نظر شما میتونه مقابل خواسته آمریکا بایسته؟ به نام خداوند و با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. عرض کنم خدمت شما که طبیعتاً در انتهای کار دولت افغانستان با توجه به ناگزیری ها و وابستگی هایی که به ایالات متحده و به حکومت های ایالات متحده داره که در صحبت های معاون صاحب اول رئیس جمهور هم وجود داشت، به خواست امریکا تمکین کنه. اما خب این خواست نمیتونه به راحتی و به زودی و صرفاً با یک اخطار و گوشزه دیره که از طریق یک نامه که اتفاقاً یک ورای عرف دیپلماتیک و روابط دوستانه متقابل دو کشور انجام شده براحتی قابل تعمیل باشه. و طبیعتاً دولت افغانستان با توجه به حضور نیروهای متعدد در یک آخر در کنار حکومت موجود مقاومت خواهد داشت در این زمینه. و البته اگر در داخل افغانستان بیشتر دیدگاه ها و آرا و افکار همسو و همنوا با وضعیت موجود یا جبهه حاکم و یا تعریف حکومت افغانستان از جنگ و صلح و از مذاکرات و از تحمیل خواسته آمریکا که بخش بزرگ از او در صحبت های معاون اول رئیس جمهور بازتاب داده شد، البته تو همین با احساسات هم بود که نشان از برداشت عمومی از نامه آقای بلینکن در داخل افغانستان چه هست و پیش بینی تون از روابط دو کشور و دو دولت چگونه است در چند هفته آینده؟ برداشت عمومی طبیعتاً نشان میده که ایالات متحده آمریکا هیچگاه صداقت لازم با تعهداتش در قبال افغانستان و افغانستان به عنوان یک دولت مستقلی که همکار از با ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم یک به اصطلاح همکاری متقابل و دو جانبه و ضرورت دو جانبه وجود دارد در راستای مبارزه با تروریسم که طبیعتاً شأن برابر دولت افغانستان و مردم افغانستان میخوان که از ایالات متحده آمریکا باید برای دولت افغانستان قائل باشه. افکار عمومی در حال حاضر دو دسته است. دسته اول نکوهش میکنن و سرزنش میکنن اون چیزی که نامه باشه و به اصطلاح ورای او چیده که عرض کردم خدمت شما عرف دیپلماتیک یک گوشزد یک اخطار باشه، مثل از اینکه به یک آدم به اصطلاح دونپایه یا به یک حاکمیت دونپایه یک چیزی روان شوه. ولی یک دسته از مردم افغانستان که سرمست هستن و خواستن ممنون از شما آقای سارنگی. ارتباطمون هم متاسفانه قطع شد. شکور سالنگی بود، پژوهشگر مسائل سیاسی با ما.
خبرگزاری رویترز میگوید از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، چین واردات نفت از ایران را افزایش داده. بر اساس این گزارش، هند هم قرار است خرید نفت از ایران را از سر بگیرد و مسئولان شرکت ملی نفت ایران به طرف هندی گفتند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران با این کشور قرارداد خواهند بست. در این مورد مصاحبه‌ای در ادامه برنامه خواهیم داشت، اما اجازه بدید بریم سراغ مطلب دیگه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با ورود تدریجی واکسن کرونا به کشور، سال آینده سال غلبه بر این ویروس خواهد بود. البته نه اوایل سال. آقای روحانی همچنین گفته کسانی که قبلا به کووید 19 مبتلا شدن به طور طبیعی واکسینه هستن و تنها به اونهایی که مبتلا نشدن واکسن خواهند زد. از سوی دیگر نگرانی از موج جدید کرونا به با نزدیک شدن سال نو و سفرهای نوروزی بالا گرفته. در همین حال کارشناسان درباره وضعیت بحرانی استان خوزستان هشدار دادند. باران عباسی گزارش می‌دهد. کادر درمان دارن اذیت میشن. مردم دارن اذیت میشن. کرونا با قرآن از همه چی به شما نزدیکتره. التماس و هشدار کادر درمان به مردم خوزستان. شرایط وخیم است و رعایت مقررات حیاتی. همین چند روز پیش یه بچه 3 ساله رنج از تو بغل پدر مادرش برداشتیم خاکش کردیم. خدا رو خوش میاد. نشانه ای از فشار شدید بر پزشکان و پرستاران با شدت گرفتن شیوع نوع جهش یافته کرونا در این استان. بالا رفتن موارد ابتلای جوانترها و نیاز به بستری شدن بیشتر مبتلایان در بخش مراقبت‌های ویژه. در فاصله زمانی بسیار کوتاهی تعداد مراجعات زیادی به ما صورت گرفته. همینطور که می‌دونید خب ما ظرفیت نیروی پرستاری تخت بیمارستانی یک اندازه مشخصی داره، یک پتانسیل مشخصی داره، ولی تعداد بیماران بیشتر از این ظرفیت ما بوده. با وجود بحران، درخواست‌ها برای قرنطینه سراسری خوزستان گوش شنوایی نداشته. ورود پلاک‌های غیر بومی و خروج پلاک‌های بومی از استان اما ممنوع شده و دستور داده شده که بازار اهواز بسته شود و این راه حل مقام‌ها برای اجبار به تعطیلی فروشگاه‌ها، آب‌پاشی مغازه‌هایی که همچنان بازند. با نزدیک شدن نوروز، نگرانی از چرخش ویروس جهش یافته در سراسر کشور، با افزایش دید و بازدیدها، حضور مردم در فروشگاه‌ها و مهمتر از همه سفر به دیگر شهرها. وزیر کشور گفته بازدید از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، اما می توان با رعایت مقررات بهداشتی به شهرهای زرد و آبی سفر کرد. اما حرف بعضی از مقام‌ها و متخصصان چیز دیگری است، اینکه بهتر است کلاً از مسافرت پرهیز شود. افرادی که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا نشدند یا وضعیت جسمانی خوبی ندارند مستعد ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا هستند و در صورت درگیری واقعا احتمال مرگشان وجود دارد. پس بهتر است برای حفظ جان خودشان سفر نروند. راه حل اساسی به گفته کارشناسان واکسیناسیون عمومی است، هدفی که ستاد مقابله با کرونا میگوید به این زودی ها محقق نخواهد شد. عبور میکنیم به هر حال. حسن روحانی هم که پیش از این بارها از موفقیت دولتش در کنترل کرونا سخن گفته بود، حالا وعده سال آینده را میدهد. سال آینده سال غلبه بر ویروس و احیاء همه این مشاغل خواهد بود. تا نه حالا آغاز سال، به هر حال واکسن خارجی اضافه میشه، به اندازه کافی وارد میشه، واکسن داخلی انشالله به بازار میاد. حالا یه عده مردمی که مبتلا شدن و عبور کردن به طور طبیعی واکسینه شدن، یه عده هم که نگرفتن با این واکسن به هر حال واکسینه میشن. تا آن زمان چشم‌اندازی برای نجات جانها دیده نمی‌شود جز رعایت مقررات و ماندن در خانه تا حد امکان. و برای بعضی آمدن به خیابان و هشدار درباره بحران به تک تک همشهریان. قرآن دیگه طاقت دیدن مردن و شعار مردم آبادان دلن. باران عباسی، بی بی سی. همونطور که پیشتر هم گفتیم، خبرگزاری رویترز گزارش کرده که از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، چین واردات نفت رو از ایران افزایش داده و هند هم قصد داره که واردات نفتش رو از ایران از سر بگیره. برای بحث بیشتر در این مورد ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی از لندن با ما هست. آقای ناصری، این گزارش رویترز نشان از چه داره؟ آیا باید منتظر باشیم که ایران
عملا برگرده به همون میزان صادراتی که از در پیش از دولت آقای ترامپ داشت؟ بله، گزارش رویترز به تنهایی این موضوع رو البته بیان نمی‌کنه. بقیه سرویس های مشابه سرویس ردیابی کشتی هایی که رویترز به اصطلاح انجام میده هم نشون میدن که در ماه‌های گذشته، شاید در 4-5 ماه گذشته، میزان نفتی که ایران بارگیری کرده و به بازارهای آسیا علل خصوص چین صادر کرده بالا رفته. این البته به این معناست که خریدارانی که از ایران نفت می‌خریدند که در طول 2 سال گذشته ادامه داشته، به ظاهر در پایان دولت پیشین امریکا، دولت آقای ترامپ، میزان ریسک پذیریشون رو افزایش دادن و حاضر شدن که نفت بیشتری رو از ایران خریداری بکنن. آیا این به این معناست که شروع روند تازه‌ای در خرید نفت ایران توسط این خریداران شروع شده؟ این رو شاید زوده که قضاوت کرد. به نظر میاد که شاید این میزانی که ارتقا پیدا کرده در ماه‌های گذشته حد اکثر در واقع ریسک پذیری خریداران هستش، که تقریبا یه چیزی میزان 2 برابر گذشته رو پیشنهاد میکنه که نفت 400 تا 500 هزار بشکه در روز رو. این گزارش در عین حال میگه که علاوه بر چین و هند، ایران به سراغ بازارهای دیگه‌ای در آسیا هم رفته. آیا شرکت ملی نفت ایران به دنبال بازارهای جدید هم هست، مشتری جدید؟ من میخوام بگم که شرکت ملی نفت ایران حتما توی همه این مدت همه بازارها رو رصد کرده و دنبال خریدار بوده، به این معنا که ایران به نظر نمیاد که هیچ موقع خودش به طور به اصطلاح مستقل بازاری رو حذف کرده باشه. اما چقدر در بازارهای دیگه، در کشورهای دیگه خریداری رو پیدا کرده یا بتونه بکنه، این جای سوال داره و الا به دنبال خریدار گشتن حتما ادامه داشته. به نظر میاد بخشی از نفت ایران که در بازارهای خاکستری به فروش میرسیده، که خیلی سخت هستش ردیابیش و همه شاید در موردش نظر میدند یا پیشبینی میکنند، این رو در واقع هیچ کسی نمیتونه تایید بکنه که چه مقدار بوده یا به کجاها رفته، اما همه شواهد بر این هستش که ایران همیشه به دنبال خریدار در تمام بازارهای آسیا و چه بسا شاید در آفریقا و در اروپا که بازارهای سابق بر این هم بوده، این در واقع رصد رو انجام داده. ممنون از شما. ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی. به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبر. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با مخالفت با طرح آمریکا برای تشکیل دولت موقت گفته آن را امضا نخواهد کرد. در پی اوج گرفتن شیوع کرونا در خوزستان، کارشناسان درباره وضعیت بحرانی این استان هشدار می‌دهند. در ادامه این برنامه، مصاحبه جنجالی عروس و پسر ولیعهد بریتانیا درباره خانواده سلطنتی. سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم 160 هزار نفر با امضای توماری از حکومت ایران خواستند به نازنین زاغری اجازه دهد تا به بریتانیا برگردد و به همسر و فرزند خردسالش بپیوندد. دیروز محکومیت 5 ساله این شهروند ایرانی بریتانیایی به پایان رسید، ولی از او خواسته شده یک شنبه آینده دوباره برای رسیدگی به پرونده جدیدی که برایش باز شده به دادگاه مراجعه کند. امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تجمعی برگزار شده که همکارم مینا جوشغانی هم از اونجا هست و به ما از همونجا پیوسته. مینا، تجمع رو دیدی؟ کمی بهمون بگو که دلیل تجمع چه هست و کسانی که تجمع کردن چه میگن؟ بله، تجمع کوچیکی امروز برگزار شده بودش که بیشتر خانواده خیلی نزدیک آقای ردکلیف بودن و تعدادی از دوستانشون اومده بودن اینجا. همون توماری که عفو بین الملل تهیه کرده با 60,000 امضا رو آورده بودن اینجا برای اینکه خواهان آزادی فوری و دائمی نازنین زاغری بشن. اینجا تومار رو همسر خانم نازنین زاغری ریچارد ردکلیف به داخل سفارت خواست بده، ولی البته مثل همیشه در رو برای اون باز نمی کردن و آقای ردکلیف تومار رو به داخل از طریق صندوق پستی فرستادش.
و آقای ردکلیف بارها و بارها خارج این سفارت رفته، تحسن کرده، اونجا بوده و میدونم که با او هم تونستی صحبت بکنی. کمی به اون بگو که او چه میگفت، آیا خوشبین بود به شرایط آینده؟ بله، من با آقای ردکلیف صحبت کردم. خب شرایطی هستش که برای خانواده سخت. درسته که یه کورسوی امیدی دیروز به وجود اومد، همین رو هم به فال نیک گرفتن که به هر حال تونستن دیروز پابند پای خانم زاغری رو باز بکنن. میگفتش از حال اون که فعلا سعی میکنه امروز رو خوش بگذرونه و کارهایی رو که دوست داره انجام بده، تهران رو در شب‌های قبل از عید نوروز ببینه، تونسته بره دیدار مادر بزرگش و اون خیلی براش لذت بخش بوده، از اینها داره لذت میبره. اما به هر حال استرس و اضطرابی که هفته آینده چه پیش خواهد آمد سر جاش هستش. قراره که یک شنبه دوباره به دادگاه بره و اطلاعات خیلی زیادی از این که چه اتهاماتی باش مواجه هستش ندارن. اما میگفتش که به خصوص در روزهای قبل از این که بخواد به پایان حکم رسمیش یعنی دیروز برسه، خیلی اضطراب و استرس زیاد بوده. حتی زمانی که داشتن رو به دکتر میبردن برای فیزیوتراپیش، با دو مأمور زندان انقدر استرس داشته که فکر می‌کردن اون رو دوباره به زندان برمیگردونن. وضعیت خانواده زاغری ردکلیف با ابهام و مواجه هستش و این استرس و اضطراب که چه پیش خواهد آمد. اما به گفته ریچارد ردکلیف دارن از همین امروز و آزادی نازنین لذت میبرن. ممنونم ازت مینا. مینا جوشغانی از مقابل سفارت ایران در لندن. ها در ایران همگیری ویروس کرونا به اشتغال زنان 14 برابر اشتغال مردان ضربه زده. این در شرایطی است که آمار مجمع جهانی اقتصاد میگوید شکاف جنسیتی در ایران افزایش پیدا کرده و جایگاه این کشور در سال گذشته 6 پله سقوط کرده. در یک سال گذشته انتشار خبرهایی از قتل‌های ناموسی و برخورد با فعالان حوزه زنان خبرساز شده بود. با این حال لایحه تامین امنیت زنان که پس از 10 سال به مجلس فرستاده شده هنوز بلا تکلیف است. پرسو سرمدی، فعال زنان و نویسنده کتاب زنان و دولت‌ها پس از انقلاب از تهران با ما هست. خانم سرمدی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. کمی با ما از وضعیت زنان و این دوره کرونا بگید. صحبت از شکاف جنسیتی شد، چیزی که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال اون هستن که هر روز کمتر بشه، ولی ظاهرا شرایط کرونا در مورد ایران کمکی نکرده به این مسئله. سلام میکنم خدمت شما. 8 مارس رو روز جهانی زن رو تبریک میگم. بله، ما همونطور که فرمودین با عنوانی مواجه هستیم به نام شکاف جنسیتی که در واقع یک شاخصیه که تبعیض و نابرابری در مورد زنان رو به صورت کمی برای ما توصیف میکنه و این شاخص هر سال در جهان اعلام میشه و متاسفانه هر سال ایران با افت رتبه مواجهه. و خب وقتی این برای ما خیلی دردناکه که ما این رو در مقایسه ما میکنیم با کشورهای منطقه، یعنی کشورهای اطراف، یعنی اینطور نیست که ما فعالان زنان جایگاه ایران رو با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم. با همین کشورهای منطقه میبینیم که هر سال وضعیت ایران بدتر میشه و وضعیت خیلی از کشورهای منطقه بالاتر میره. این شاخص رو من میخوام در موردش صحبت کنم که آخرین بار که اعلام شد وضعیت ایران از بین 153 کشور مورد بررسی 148 بود در حوزه‌های اقتصاد، توانمندی سیاسی، بهداشت و همچنین آموزش هست. یعنی حوزه‌هایی که شاید تصور بشه وضعیت ما باید بهتر باشه، یعنی حوزه‌هایی که توش قوانین ایران در نظر گرفته نشده. شاید اگه قوانین ایران هم در نظر بگیرم وضعیت ایران بدتر هم میشه. اما اون چیزی که باعث میشه وضعیت ایران هر سال بدتر بشه و کشورهای دیگه ارتقا پیدا کنن اینه که کشورهای دیگه دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی در برنامه های توسعهشون به طور مشخص به این مسئله میپردازن. برنامه های توسعه کشورها به جنسیت حساس هستن، یعنی هر جا ما با شکاف جنسیتی مواجهیم باید برنامه مشخص برای رفع اون شکاف داشته باشیم. کشوری که به این مسئله تو برنامه‌های توسعه‌اش توجه نکنه، یعنی در خوشبینانه ترین حالت ما میگیم توجه نداره، کشوری خواهد بود که این شکاف توش هی افزایش پیدا کنه. شما اتفاقا رابطه، یعنی دولت‌ها و وضعیت زن‌ها رو در دولت‌های مختلف، وضعیت زنان رو در ایران بررسی کردید، در این مورد کتاب نوشتید. وقتی نگاه می‌کنید به 8 سال دولت آقای روحانی، وضعیت زنان رو در دولت آقای روحانی چطور می‌بینید؟ ببینید، من میتونم بگم که دولت‌های توسعه‌گرا در ایران دولت‌هایی بودن که به هر حال تو برنامه‌های توسعه‌شون
تلاش کردن که وضعیت بهبود پیدا کنه. من به نظرم اقدامات مثبتی توی دولت آقای روحانی انجام شده، اما وضعیت تبعیض‌آمیز زنان در ایران خیلی شکاف بزرگتری هست نسبت به اقدام‌هایی که انجام میشه. یعنی ببینیم، ما تو برنامه ششم توسعه بحث عدالت جنسیتی گنجونده شده، اما تا الان به ما گزارشی داده نشده که این چقدر اجرا شده. یعنی ما در اجرا نمیدونیم به چه صورت هستش. ولی میگم نگاه مثبتی داشته دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد که کاملا نگاه ضد زن داشت، اما خب ما در آمارها نمیبینیم که خیلی ارتقای وضعیتی داشته باشه. ممنونم از شما. پرستو سرمدی، فعال زنان از تهران با ما. عربستان میگوید در حملات دیروز حوثی‌ها به عربستان، یک پهپاد آنها به میدان ذخایر نفتی این کشور در منطقه رأس تنوره خورده، اما خسارتی به جا نگذاشته و به کسی آسیب نرسیده. آمریکا این حملات رو محکوم کرده. عربستان هم گفته که ایران به یمن موشک و پهپاد قاچاق می‌کند. در پی حملات دیروز، ائتلاف به رهبری عربستان چند حمله هوایی به صنعا پایتخت یمن انجام داده، شهری که در کنترل حوثی‌هاست. مارک لوبل گزارش می‌دهد. حمله به این تأسیسات ارزشمند نفتی، آنطور که عربستان میگوید، عبور از خط قرمز است. بخشی از آنچه که دولت سعودی حملات تروریستی بزدلانه حوثی‌های یمن خوانده که از حمایت ایران برخوردارند. با 14 پهپاد و 8 موشک بالستیک حملات گسترده‌ای در عمق خاک عربستان سعودی انجام دادیم. حملات موشکی و پهپادی از یمن به خاک عربستان چیز تازه‌ای نیست. بیشترشان هم رهگیری و منهدم می شوند. اما فاصله ای که این یکی با موفقیت تا شرق کشور طی کرده قابل توجه است. در واکنش، پایتخت یمن که در کنترل حوثی هاست بمباران هوایی شد و این ستون های دود سیاه که از یک پایگاه نظامی بلند شده. از سوی دیگر حوثی ها به شهر مهم و استراتژیک مآرب حمله کردند. حمله ای که دست کم 90 کشته از دو طرف به جا گذاشته. به نظر می رسد حوثی ها به دنبال تسخیر این آخرین پایگاه نیروهای وفادار به دولت یمن هستند، یا دست کم استفاده از این تهدید به عنوان برگ برنده هنگامی که آمریکا و سازمان ملل طرف های درگیر را به میز مذاکره دعوت کردند. به خاطر این وضعیت فاجعه بار در نقاط مختلف یمن، از جمله اینجا در بندر هدیده، سازمان ملل هشدار داده جنگ 6 ساله‌ای که تا به حال 10,000 نفر را کشته، باعث بدترین قحطی معاصر جهان خواهد شد. یک سال درگیری جهان با کرونا اقتصاد را ضعیف و ادامه کمک‌های جهانی به یمن را دشوار کرده. باید به دنبال راه حلی بجز کمک‌های بشردوستانه باشیم. شروعی برای پایان جنگ. مارک لوبل، BBC News.